1492 کریستوف کلمب 41 ساله، بیش از دو دهه از آرزوی سفر داره، یک سفر عجیب غریب. تو اون مقطع اروپایی ها با آسیایی ها ارتباطی نداشتن، تصوراتشون از آسیا چیز دیگری بود. گاهی فکر میکردن که آسیایی ها یهودی هستن و اساسا کشورهایی هستن که پر هست از منابع ثروت اما بسیار کم جمعیت، ضعیف و میتونن به راحتی استعمار کنن. مسیری که تو اون مقطعی که کریستوف کلمب طرحش آماده کرد، رفت پیش حاکم پرتغال، بعد ملکه اسپانیا، رفت پیش بریتانیایی ها، رفت پیش فرانسوی ها، اما راه به جایی نبرد چون طرحش دیوانوار به نظر میومد، 360 درجه و هر درجه ای رو اینا بر اساس مایلی که حساب میکردن تو اون مقطع اشتباه بود و کمتر محاسبه میکردن. طبق محاسبات کریستوف کلمب اونها اگر از غرب اقیانوس اطلس میرفتن به سمت اقیانوس آرامی که امروز میشناسیم، میرسیدن به ژاپن. مسیر درستیه، میرسن به ژاپن، ولی تو اون مقطع فکر میکردن این مسیر کوتاه‌تره، حتی کریستوف کلمب اونطور فکر میکرد و در امتدادش توی محاسباتش فکر میکرد اگر این مسیر رو 2500 کیلومتر طی کنه میرسه به ژاپن. فراموش نکنید تو همون سالهایی که کریستوف کلمب دنبال این طرح بود، معتقد بودن اون مسیر مسیریه که نامحدوده و در اقیانوس هر کسی بره آذوقاش تمام میشه و میمیره، به هیچ نقطه‌ای نمیرسه. با اینکه میدونستن زمین گرده، ولی معتقد بودن مسیری هستش که انقدر طولانیه و دسترسی بهش غیر قابل امکان است. اون مقطع اشخاص دیگه تو اون فضا از سمت پرتغالیا مأمور شدن، رفتن از مسیر همین تنگه جبل الطارق تا دماغه امیدنیک هم رفتن، اما یکی از کسانی که رقیب کریستوف کلمب بود و اون مسیر رو رفت تا برسه به هندوستان، کریستوف کلمب گفت بریم به سمت ژاپن و چین، ولی این رقیب میرفت به سمت هندوستان. تا دماغ امیدنیک رفت، یعنی وارد اقیانوس اطلس میشدن میرسیدن به هندوستان. چون زمان سفر طولانی بود، کارگران میترسیدن، شوریدن و مجبور شده بود ناخدا برگرده، اما عنوان کرده بود که مسیر رو پیدا کردیم که میرسونه ما رو به هندوستان. خب کریستوف کلمب بیش از دو دهه هم کشتیرانی رو به خوبی آموخته بود، هم ناخدای متبحری بود. چند سال رو در اسپانیا موند تا اون کمیسیون معروفشون تو اسپانیا بپذیره، اما این اتفاق نیفتاد. معتقد بودن این مسیر مسیریه که به در واقع به مرگ ختم میشه. وارد مباحث کریستوف کلمب خواهم شد در آینده، داستان زیبا و جذابی تعریف خواهم کرد. اما 1492 بالاخره ملکه اسپانیا سه کشتی در اختیارش میده، قرارش میده و اینها با استفاده از بادهای مدیترانه‌ای حرکت میکنن به سمت اقیانوس اطلس، به سمت اقیانوس آرام، یعنی غرب اقیانوس اطلس، برای رسیدن به ژاپن. اما جایی که کریستوف کلمب میرسه قاره‌ای به اسم آمریکا، یکی از این نقاط، یکی از این جزایری که کریستوف کلمب و اسپانیایی‌ها حضور پیدا میکنن، کوباه. کوبایی که بومیای خودش رو داشت، دوره استعمار کوبا آغاز میشه، اسپانیایی ها حضور دارن نزدیک به 400 سال، 4 قرن. خب دنیا به سمت پیشرفته، رشد جمعیتی داره اتفاق میفته، در کوبا انقلاب ها داره کم کم پدیدار میشه. بیش از چند صد هزار نیروی برده آفریقایی رو اسپانیایی ها بودن تو کوبا، خود بومی های کوبا ازشون کار میکشن، معادن و تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که این جزیره داره تا منافعش برسه به اسپانیایی‌ها. یکی از اشخاصی که تو اون فضای انقلابی مطرح میشه خوزه مارتیه، تبعیدش میکنن به سمت آمریکا، نیویورک. چند سالی اونجاه، کم کم صدای فضای انقلابی خوزه مارتی گسترده میشه، بعضش کاشته میشه تا کوبا میرسه. سال 1895 اعتراضات به سمت انقلاب پیش میره، خوزه مارتی در مسیر کوبا کشته میشه و میشه قهرمان ملی کوبایی ها. تو اون مقطع اسپانیایی ها آمریکایی ها مورد جنگ میشن،
جنگی که گسترش زیاده، خود کوبا هم خواهان استقلاله. حالا این جنگ هم جنگ معروفیه، خود روزولت هم تو اون مقطع تو این جنگ حضور داره، شرکت داره، یک معاهده به اسم معاهده پاریس رقم میخوره بین اسپانیا و آمریکایی ها. 20 میلیون دلار اسپانیا پول میگیره، پورتوریکو، کوبام، فیلیپین رو میده به آمریکایی ها. روزولت میشه رئیس جمهور و 1902 چون یک فضای انقلابی رو دوست داشت، توی تاریخ اینجوری اومده، خود روزولت هم فضای انقلابی رو دوست داشت، میاد حمایت میکنه از استقلال کوبا، استقلال کوبا رو به رسمیت میشناسه، اما کوبا از طرف اسپانیا این رسمیت رو نداره. خب اولین دولت ها شکل میگیره. چند دهه میایم جلوتر، باتیستا توی کوبا یک فضای بسیار بسیار حاکمیت به شدت بد، سرکوب و اساسا فضای انقلابی در کوبا داره اوج میگیره، قهرمانشون وارد میشه. تو این ساختار فیدل کاسترو به عنوان رهبر انقلابیون وارد بحث مقابله با باتیستا میشه، باتیستا رو کنار میزنه. فیدل کاستروی که یک ذهنیت کاملا برگرفته از جریانهای انقلابی و نزدیک به فضای کمونیستی مارکس تو اون سالها داره، یک فضای سوسیالیستی کمونیستی لنینی، و خب این فضا یعنی مبارزه با آمریکا. آمریکا ساختارش کاملا متفاوته، تو نظام سرمایه‌داریه، اینا معتقدن ساختار نظام سرمایه‌داری آمریکا نوعی استعمار اقتصادی، بردگی میگیرن تمام افراد رو بر اساس اون فضای رقابت که همیشه بین مارکسیستا و در واقع کمونیستا با آمریکایی‌های نظام سرمایه‌داری وجود داشت. اما این فضای اون زمان اون موقع ها فضای انقلاب گونه بود. فیدل کاسترو یک فردی بود که خوش انقلابی میدونست، اومدن تو آفریقای جنوبی با کسی که اونجا نزدیک به آمریکا بود، حاکم بود، جنگیدن، اومدن تو آنگولا کمک کردن، ما آنگولایی ها برای استقلالشون آفریقای جنوبی نیرو وارد کردن، جنگ های بسیار بسیار جذاب. یه بارها فیدل کاسترو و نلسون ماندلا راجبش صحبت کردن، دوستی دیرینه، و موفق شدن آفریقای جنوبی رو فضا خارج کنن. این فضای اون سالا به این سمت و سو میرفت، یعنی فضای انقلابی کوبا تو این فضا مقابله با آمریکا، نزدیک به آمریکایی که دکتر مونرو رو داره، میگه ما توی قاره آمریکا حیات خلوت خودمون رو داریم، با اروپایی کاری نداریم، اونها هم بعد در واقع وارد حیات خلوت ما نشن. البته آمریکا وارد حیات خلوت اونها شد. خب شوروی بر اساس اینکه پدر معنوی فضای کمونیستی هست به کوبا نزدیک شد، تنش‌ها به شدت با آمریکا بالا رفت، حتی منجر به تهدید جنگ اتمی شد تسلیح کوبا. و این فضایی که بر کوبا حاکم بود، کوبایی که سلطان شکر و قهوه هست در دنیا و برند این دو کالا هستش، این فضا رو ما داشتیم توی کوبا. جلو میرفت اون دیدار و به سخنرانی جذابی که نلسون ماندلا اومد تو کوبا بعد از اون همه زندانی که کشیده بود، حبسی که کشیده بود، به همراه یار دیرینه خودش یک سخنرانی بی‌نظیر انجام دادن اونجا و خیلی جذابه. حتما پیشنهاد میکنم سرچ کنید سخنرانی نلسون ماندلا و فیدل کاسترو رو با هم تو کوبا، متنش هست، مطالعه کنید، خیلی جالبه. نگاه اون روزها و اون سالها رو خیلی قشنگ تداعی میکنن این دو. و خب کوبا به این سمت رفت، کوبایی که تحریم بود، کوبایی که امروز 12 میلیون 11 میلیون نیم جمعیت داره، جمعیت زیادی نداشت، کشور کوچکی بود، اما ایستاد. اینا توی فروپاشی تا جمهوری شوروی از سال 1990 تا 93 و 94 سالهای سختشون بود، حمایت شوروی رو نداشتن، دچار قحطی شده بودن، تعدادی از مردم می‌خواستن مهاجرت کنن، حمله کردن، هجوم بردن تو پرو. کار به جایی رسید که فیدل کاسترو گفتش که آقا مرزها رو باز کنید، هر کی میخواد بره بره. تو اون مقطع 23,000 نفر رفتن و هر کسی با ما نیست میخواد بره آزاده، میتونه بره. و بخشی به پرو رفتن، بخشی به کولومبیا رفتن و بخشی به آمریکا. داستانهای اون روز هم داستانهای جالبی هست. خب یک فضای شکل گرفت متفاوت از شوروی. فیدل کاسترو به شدت با فساد در طبقات بالا مبارزه کرد و
راز پایداریشون جدا از اون چیزی که در شوروی بود، اما در کوبا تونستن دووم بیارن. بسیج مردمی شکل گرفت، مردم اومدن به صورت داوطلبانه تو مزارع کشاورزی کمک کردن، تو ساخت مدارس، بیمارستان، کارخونه ها و همه داوطلب میشدن و کمک میکردن. تا جایی که 1995 و 6 صحبت هایی که فیدل کاسترو میکنه عنوان میکنه که یک به یک طرحهایی که اجرا شده رو میگه، اسمهایی که روشون گذاشته رو میگه و افتخار میکنه به اینکه کوبا تونست از اون فشار خارج بشه و خارج هم شده بودن، با همه تحریم ها تونسته بودن یک دل بمونن، دولت ملت باشن. و خب به فیدل کاسترو خواست عمل جراحی کنه، دولت رو داد دست برادرش، برادرش رئیس جمهور بعدی شد. بعدش اومد یه مقدار آزادی ها رو بیشتر کرد، دنیا داره بروزتر میشه، دنیا داره تغییرات میکنه، تکنولوژی داره میاد، کم کم تمدن ها دارن بروزتر میشن، پیشرفت داره دیده میشه. برادرش یه مقدار آزادی ها رو بیشتر کرد. بخشی از نیروهای ایدئولوژی که زمان برادرش فیدل کاسترو رو کنار گذاشت، نیروهای جوانتر رو برد، بعد از اون هم رئیس جمهور کنونیشون اومد. اما یکی دو تا اتفاق عجیب هم افتاد. سال 2015-2016 تو اون مقطعی که ما تو برجام بودیم، اوباما اومد به کوبا بعد از 8 دهه، اومد توی کوبا و این سفر خیلی عجیب غریبی بود. رفتن به سمت میزانی از آتش‌سازی روابط که تاثیرگذار هم بود، البته نمیگم تحریماش رو برداشتن. الان مقداری از تحریم‌های ونزوئلا و کوبا رو آمریکا میخواد برداره، خود شرطی که داره. آمریکایی هم میدونید دیگه، تحریم کنن تعطیلی نداره، تحریم ها برداشته نمیشه. مثلا زمان من قبلا گفتم عراق عیدالاوی بود دیگه، همه چیش با آمریکایی ها بود، باز تحریماش عراق رو ندن و برنداشتن بیشتر هم کردن. این فضای آمریکاست. خب کوبایی ها تا امروز اومدن جلو و وزیر نفت ما یه سفر به کوبا داشت و از اونجا به ونزوئلا نیکاراگوئه عنوان شد. معاونشون گفتش که ما می‌خوایم نفت بدیم، تعاطل کنیم و غلات وارد کنیم. یکی از کارشناس‌ها رصد می‌کردن، میگفت آقا ما غلات ما رو کوبا نمیتونه تامین کنه، ما باید از استرالیا، آمریکا، فرانسه، کشورهایی که تو این فضا حرف اول رو میزنن بریم توافق کنیم. من مخالفم، این نگاه سفت تا صدیه. قرار نیست کوبا تمام غلات ما رو تامین کنه. یک ثانیاً ما باید تنوع ورود غلات ایجاد کنیم. تنوع ورود غلات باعث میشه دست شما تو حنا گیر نکنه. فردا با یک کشوری مناسباتی داری، اتفاقی میفته، ورودی رو میبنده، میخوای چیکار کنی؟ نه تنها برنامه ریزی بشه برای در واقع رفتن به سمت خودکفایی در زمینهای مختلف، بعضیش خب امکان پذیر نیست، باید وارد کنیم. این تنوع بسیار بسیار دست ما رو بالا نگه میداره. توی شرط حساس به یک باره ورودی همون بسته نمیشه. این نگاه سفت و سعیدی کارشناسان بذارن کنار، طرح بسیار خوبیه. اساسا کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه، بولیوی، جدیدن شیلی، آرژانتین نگاه بلوک شرقی دارن. ما توی ونزوئلا هم هستیم. تو ونزوئلا صحبت بر سر بیشتر میزان منابع استراتژیک نفت دنیا رو داره. صحبت بر سر این هستش که پالایشگاه ایران بسازه، شریک بشه و این پالایشگاه این نفت رو به جای خام فروشی رو بیان تبدیل کنن. هم چند برابر سود میکنن، هم غیر قابل تحریمه و چه ثروتی رو رقم میزنه برای ایران این طرح. ببینید پالایشگاه ساختن اساسا ارز شما چطور قوی میشه، سرمایه گذاری بیرون جغرافیا، تجارت، این باعث میشه ارز ملیتون رشد کنه. دستوریش نکنید، شما برید پالایشگاه بسازید تو ونزوئلا، من بهتون قول میدم ظرف 10 سال اقتصادتون از این رو به اون رو میشه. تمام هیمنه آمریکا کجا اومد؟ 1934 پالایشگاهی که با عربستان قرارداد بستن، بعد شد سعودی، کالیفرنیا، بعد شد آرامکو سعودی و از 15 تا پالایشگاه 11 تاش عربستان با اینا شریکه، 4 تاش مال خودشه. این پالایشگاه هاست که هژمون میسازه، قدرت میسازه برای آمریکا. و ما میخواییم پالایشگاه تو ونزوئلا بسازیم، شریک شیم و نفتش رو تبدیل کنیم. این اصلا یه طرح دیوانه کننده است. اگر این اتفاق رقم بخوره، با جسارت و اراده و قدرت میگم با ظرف 10 سال آینده یکی از تاثیرگذارترین ها در حوزه نفت و گاز خواهیم بود. ما تو بخش پالایشگاه خیلی پیشرفت داشتیم، تو بخش تبدیل نفت دستاوردهایی داشتیم، صاحب سبکیم. نمیگم خیلی حالا تو لول بالا هستیم، ولی ما پالایشگاه میتونیم ایجاد کنیم و
میزان زیادی از این فرآورده رو تبدیل کنیم برای ونزوئلا، و ونزوئلا که شریک راهبردی ما، حالا نفت و گاز هم می‌خوایم به کوبا بدیم. من یه چیزی بهتون بگم، یه چیزی که برای من عجیبه اینه که ما به هر کشوری که نفت میدیم جزء متحدینمون از یا ذهنیت نزدیک بلوک شرق داره، خب شما میدونید از نفت مثلا بنزین ایجاد میشه، اقلام دیگه درست میکنن. یه چیز دیگه هست تو نفت ما که هیچ جا دنیا ازش در واقع درست نمیشه. مثلا نفت شما میاد تو فضای فرآوری تو پالایشگاهی مثلا 300 تا 400 تا 500 تا محصول میده. یه محصولی داره این نفته که ایران فقط میتونه تولید کنه، هیچ جای دنیا از این نفته نمیتونن این مواد رو در بیارن، اونم پهباده. نمیدونم حالا این نفتی که ما به کوبا میدیم ازش پهباد در نیاد باید منتظر باشیم. فکر میکنم کوبا که زمانی میخواست موشکی بشه و آمریکا و شوروی سرش داشتن جنگ اتمی به پا میکردن، به زودی از طریق ایران پهبادی بشه، اونم از طریق نفت. ایرانه، ایران هست و هوش و ذکاوت بسیار عجیب غریبی که داریم تو این زمینه، تو بحث پنهانگونه اما به قدری وزن متحد راهبرد خودمون رو بالا میبریم که از لحاظ نظامی کاملا دیگه میتونه بومی و خود اتکا به کشور خودش باشه. من معتقدم به زودی نفتای ما اونجا تبدیل به پهپاد میشه. چگونه؟ باید بگذاریم چند دهه، شاید در برگه های تاریخ بهش اشاره بشه. درود، ممنونم با من همراه بودید. در اتاق کوبا کمی صحبت کردم و اینکه این سفرها رو خیلی مطلوب میدونم و چند سال دیگه ثمراتش خیلی عجیب غریب دیده میشه، خیلی عجیب غریب. سفر وزیر نفتمون به ونزوئلا به خصوص تو بخش پالایشگاه، ساخت پالایشگاه، به قدری من شوکه شدم و خوشحال که حد نداره. ما میتونیم کشور بی‌نظیر ثروتمند بشیم فارغ از نفت و گازی که میفروشیم، انقدر سود این مباحث بالاه، انقدر بی‌نظیر این طرها. و حالا اینطوری نیستش که یه کشوری بره تو کشوری که پالایشگاه بزنه. این کشور بعد چین باشه، بعد آمریکا باشه، ایران رفته تو ونزوئلا پالایشگاه بزنه. شوخی نیست، اینو فراموش نکنید. پاینده ایران عزیزمون، اخبار خوبی رو میشنوم، خدا قوت میگم و امیدوارم که با افتخار در آینده بتونیم ثمرات این سفر و تصمیمات رو ببینیم. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.